برای منی که 20 سالی روی پیست یخ بودم، محبوب ترین نقطه دبی آفتاب آن است. خیلی از ما رویای زندگی کنار ساحل را داریم و دبی با آفتاب دائمی و خدمات مهاجرتیش این رویا را محقق می‌کند. سارا لینزی که 3 بار در مسابقات اسکی روی یخ المپیک شرکت کرده، حالا باشگاه ورزشیش را به دبی آورده. من برای گسترش کارم به دبی آمدم، چون در لندن مربی خصوصی بودم و همیشه می‌خواستیم در خارج کار کنیم، اما نمی‌دانستیم کجا. ما چند جایی را دیدیم و بعد به خاطر قرنطینه مدت زیادی را در دبی ماندیم و بنابراین عاشق اینجا شدیم. برای من که زن هستم، راه اندازی کسب و کار در اینجا واقعا عالی بوده. اینجا کوچک است و اسمتان زود بر سر زبان ها می افتد. خیلی ها زود سراغ من آمدند و حتی قبل از افتتاح باشگاه ما ثبت نام کردند. شغل شما هرچه باشد، مهاجرت به دبی با ویزاهای کنونی از همیشه آسان تر است. ما در حال حاضر در دبی برای تسهیل آمدن افراد به اینجا ویزاهای متنوعی صادر می‌کنیم. اخیراً و درست بعد از قرنطینه ویزای دورکاری را به جریان انداخته ایم. با این کار خیلی از مسافرانی که با بسته شدن مرزها در دبی گیر کرده بودند، توانستند از همینجا کارشان را ادامه دهند. صدور ویزای فریلانس هم برای کمک به شرکت‌های چند ملیتی و دفترهای مشاوره دبی بوده که به افرادی با مهارت‌های خاص نیاز داشتند، تا آنها بتوانند هر کسی را از هر جای دنیا استخدام کنند. و ویزای بازنشستگی هم داریم که به افراد امکان می‌دهد مدت بیشتری در دبی بمانند. شما چه اهل خانه ویلایی باشید، چه آپارتمان نشین، لشکری از مشاوران املاک آمدند که خانه مطلوب شما را پیدا کنند. به نظر من بهترین محله‌های دبی این هاست. اول جمیرا گلف استیت است که ساکنانش می‌توانند برای جابجایی از ماشین‌های گلف استفاده کنند و 2 زمین گلف دارد که مسابقات جهانی دی پی ورلد در آنها برگزار می‌شود. بعد منطقه توریستی نخل جمیرا است که در کنار هتل آتلانتیس و پارک آبی ساحل فوق‌العاده‌ای دارد و 3 بومی هم ذخیره‌گاه طبیعی البراری است که طرحی فوق‌العاده دارد و ساکنانش فوق ثروتمندند. دبی خیلی شبیه نیویورک است، چون اجاره 1-2 خوابه در مرکز شهر حدود 5000 دلار است، چیزی که در لندن حدود 7000 پوند است. و اگر با فرزندانتان به دبی می آیید، وقت آن است که مدرسه پیدا کنید. برای انتخاب مدرسه بچه‌ها باید دید نیازتان چیست و از مدرسه چه توقعی دارید. به نکات مدرسه فعلی بچه‌ها نگاه کنید و ببینید که می‌خواهید چه چیزی بهتر باشد. شاید مدرسه تکلیف شب ندهد یا شما بخواهید که تکلیف شب فرزندتان بیشتر باشد. شاید لباس همشکل را بپسندید یا نپسندید. ممکن است فرزند شما عاشق ورزش، هنر یا تئاتر باشد. اینجا همه جور مدرسه ای هست، اما هزینه مدارس نسبتاً بالاست. ارزان‌ترین مدرسه ها حدود 8000 پوند در سال هزینه دارند و هزینه گران‌ترین ها به 32000 پوند هم میرسد. یادتان باشد که اینجا برای مهاجران آموزش و پرورش همگانی در کار نیست، اما تعیین سطح مدارس قابل اعتماد است، چون 1 اداره ویژه دولتی مسئول بررسی و تایید آنهاست و نتیجه سنجش و بررسیش را در وبسایتش منتشر می‌کند. شما دقیقاً می‌بینید که در هر مدرسه چه خبر است. اینجا پلی میان شرق و غرب است. آمدن به این شهر و گشتن پیرامون آن آسان است. تاکسی به آسانی روی اپلیکیشن پیدا می‌شود و متروی دبی از جبل علی تا فرودگاه بین‌المللی را طی می‌کند، جایی که یکی از بهترین خدمات فرودگاهی دنیا را دارد. فرودگاه بین المللی دبی طی 6-7 سال اخیر بزرگترین و پرمسافرترین فرودگاه بین المللی دنیا بوده. ما مدت هاست هیتروی لندن را پشت سر گذاشته ایم و این به خاطر موج شدید مسافرت ها به این منطقه بوده که البته دلیلش جذابیت های دبی است. ما 15 سال پیش سالانه 32 میلیون مسافر داشتیم. حالان که درست پیش از کووید این رقم به حدود 90 میلیون نفر رسید، که این رشد بسیار عظیم است. دبی با 2/3 مردم دنیا نهایتاً 8 ساعت پرواز فاصله دارد و هر مهاجر ساکن اینجا می‌داند که آشنایانش بیش از همیشه به دیدنش می‌آیند.